خراب اندر خراب شد، تمام آرزوهاش همه نقش براب شد. سلام، داشتم برای مسافرت شیخ فری به کنفرانس سران میخوندم. کنفرانس نگو بلا بگو. رفتن به اونجا همانا و با گوش آویزون برگشتن همانا. خلاصشو بگم، اونجا بد جوری هستن کلیسازو زایش کردن. نشست 13 سران کشورهای عضو همکاری اسلامی با شعار همبستگی آغاز به کار کرده بود، ولی سعودی ها به مدد تطمیع و تهدید برخی کشورهای کوچک و همراه نمودن آنها و همچنین میزبان نشست کاری کردند که خروجی اجلاس کمترین نشانه از همبستگی و همکاری اسلامی داشته باشد. گنجاندن بندهایی در ضدیت با ایران و حزب الله لبنان در بیانیه پایانی باعث شد آقای روحانی رئیس جمهور با تصمیمی درست اصلاً در اجلاس پایانی حاضر نشود. عرض کنم خدمت شما، وقتی روحانی برگشت تازه دعواها شروع شد. باند خامنه میگفت خود کرده را تدبیر نیست، اینقدر برجام کردی اونا هم دیدن بخورت ملسه، زدن حالتو گرفتن. از اون بر باند روحانی هم میگفت نخیر، این که اونجا هیچی گیرمون نیومد تقصیر ندونم کاریای شماست، تقصیر اون بسیجی هاست که رو دیوار سفارت عربستان پشتک بارو می زدن. سازمان همکاری اسلامی در این بیانیه از رژیم ایران خواست از دخالت در امور کشورهای منطقه خودداری کند. اجلاس سازمان همکاری اسلامی تهاجم به نمایندگی های دیپلماتیک عربستان سعودی در شهرهای تهران و مشهد را نقض فاحش کنوانسیون وین دانست و آن را محکوم کرد. راستی فکر میکنید کدومشون درست میگن؟ باند خامنه یا باند شیخ فری؟ اگه به خود بیانیه کنفرانس خوب دقت کنین میفهمین که هر دوتاشون درست میگن. آره، یعنی هم اولدروم بولدروم های باند خامنه سر عربستان کنفرانس رو سرشون خراب کرد، هم استعداد بالای شیخ فری واسه برجام های بعدی. بله، حریف دیده اینا کتک خورشون خوبه، خوب حسابی زده دیگه. خلافات و کان تأکد لنا ان مدیر نشریه اوکاز سعودی با اشاره به آخوند حسن روحانی گفت بدون مبالغه این اجلاس تاریخی است، چرا که در آن سران کشورهای اسلامی توانستند دوستان واقعی امت اسلامی را بشناسند و بدانند چه کسانی دشمنان آنها هستند. رژیم ایران در میان کشورهای خلیج فارس و کشورهای عرب منزوی شده و امروز هم حسن روحانی در این اجلاس اسلامی منزوی باقی ماند. ممکنه بگین شیخ فری که میدونست اوضاع اونجا بیریخته، خب چرا رفت؟ آخه اون فلک زده صابون به دلش زده بود که اولندش اونجا یه جوری یه چشمک چراغی تلفنی چیزی با عربستان داشته باشه، دومندش فکر میکرد اونجا میتونه آبروی نداشته نظام و واسه خودش بخره، میخواست یه جورایی حساب خودشو از حساب ولی فقی جدا کنه و بگه بابا ما رو با هم یه کاسه نکنین. اما نشد که نشد، دست از پا دراستر چی؟ برگشت. قربون شما تا بعد.